سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، در سال جدید. سلام به شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم از لس آنجلس، با شما خواهم بود در ساعت پیش. پیشا پیش اگر نقایصی فنی در تدارک این برنامه نبینید، از جمله نارسایی صدا یا اشکالات فنی دیگر، بر ما خواهید داشت. سفرهای نوروزی است، با شادی ها و گاهی هم مشکلاتی اندک. در نیمه نخست برنامه آقای دکتر جمشید اسدی با من و شما هستند. نگاهی میاندازیم به آنچه که دستاورد دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، تا کنون برای مردم ایران بوده است. به ویژه تعیین حداقل دستمزدها در آستانه نوروز چند پیش و همینطور آنچه که تصمیم دولت حسن روحانی درباره یارانه ها خوانده شده است و مسائل اقتصادی دیگر. آقای دکتر جمشید اسدی نیاز به معرفی بیشتری ندارند، جز کوتاه این که کارشناس امور اقتصادی، استاد دانشگاه هستند و صاحب کتاب و ده‌ها مقاله‌ای که در رسانه‌های فرانسه زبان، انگلیسی زبان و فارسی زبان منتشر شده است. با شما عزیزان می‌خواهیم تا لحظاتی دیگر. جمشید عزیز، نخستین برنامه هست در سال جدید که با من و بینندگان هستی، بنابراین در همین برنامه هرچند یک روز تأخیر بعد از 13 هست، سال نو رو به جمشید عزیز، خانواده گرامی و همه خانواده و فامیل تبریک میگم. آرزوی سال خوبی داشته باشی دوست دیرینه. با سپاس و تشکر از اینکه باز هم منو به برنامه خود پذیرفتید. من هم به نوبه خود نوروز پیروز و به همه هممیهنان عزیز تبریک میگم با بهترین آرزوها برای برنامه شما جمشید عزیز. امیدوارم این برنامه رو هرچه زودتر، همچنان که میدانم سالهاست میخواهید، در ایران خودمون برگزار بکنید و در اونجا مستقیم خدمتون برسم، همچنان که پیش از انقلاب این افتخار رو داشتم. باشه، سرفرازی من هست در کنار هم باشیم. اما امیدوارم که در ایران آزاد و برخوردار از تمام شرایط برای زندگی شایسته همه مردمان ایران، من و جناب عالی هم وقتی ولو اندک برای استراحت داشته باشیم. اما به خبرها در آستانه این نوروز چندان خوش نبود، به خصوص برای کارگران. اونچه که حداقل دستمزد تعیین شده بود، آیا واقع بینانه بود؟ آیا با توجه به نیازهای کارگران بود؟ آیا با توجه به افزایش تورم بود؟ چند اندازه این مسئله از نظر اقتصادی کمک میکنه به سفره مردم، به ویژه کارگران؟ بله، ببینید، به هیچ عنوان تکافو نمیداد، کما اینکه بنابر برآوردهایی که در درون خود نظام صورت گرفته است، آنچه که به نام حداقل دستمزد مینامند در بهترین حالت بین 40-60% نیازمندی ها رو در عرض یک ماه برآورد میکنه. در نتیجه از همون ابتدا کسی که دستمزد میگیرد میداند که تکافوی زندگی ماهانش رو نمیدهد.
حالا چه برسد به آن که بیکار است، چه برسد به آن که کار میکند اما حقوقش عقب میفتد. با وجود این میخواهم عرض بکنم که من در این مورد چندان انتقادی در این مورد خاص با آقای روحانی ندارم، چون خانه از پای بست ایران است. ببینید دولت آقای روحانی میتوانست، به عبارت دیگه بگم، اجازه بدید، دولت آقای روحانی در این مورد بی تقصیر نیستن، اما در این مورد تقصیر چندان بر روی دوش ایشان نیست، چون می توانستن همچون دولت آقای احمدی نژاد با تزریق نقدینگی مثلا این توهم را بدهن که حقوق پایه بسیار بالاتر هست از آنچه که الان آقای روحانی مطرح کردن، اما این باعث تورم و گرانی می شد همچنان که در زمان آقای احمدی نژاد شد، و این در حقیقت یک سرابی بود که با افزایش حقوق مردم خوشحال می شدن، ولی بلافاصله متوجه می شدن که این افزایش پاسخگوی افزایش هزینه ها نخواهد. در نتیجه از این که به یک باره تزریق پول نکردند آقای روحانی من بهشون انتقادی ندارم. انتقاد اساسی ما با آقای روحانی دارم این است که در تمام مدت زمامداری خودشون قولهایی را که داده بودند شوربختانه تا به امروز انجام نشده است و اون فرصتی که تکانه روانی از انتخاب ایشون بر اقتصاد ایران وارد کرد کم کم دارد از بین می رود و بلکه در بعضی مواقع از بین رفته است و دوباره مشکلات اقتصادی چهره نشان می دهند. خب ببینید، اولا اینکه تمام مشکلات رو به گردن دولت احمدی نژاد انداختن و نه پایه‌های ویران شده اقتصاد ایران که پیش از احمدی نژاد رو به ویرانه گذاشته بود به گفته کارشناسان از جمله خودشون، این یک، این تا چند اندازه درسته. و بعد این که بسیار خوب آقای روحانی اومدن یک اقتصاد تحویل گرفتن که به قول خودشون چنین و چنان و فلان، برای بازسازی این اقتصاد آیا برنامه ارائه داده یا برنامه ارائه شده حل کننده مشکلات هست یا خیر؟ به دو نکته اشاره فرمودید، یکی مقایسه آقای احمدی نژاد و آقای روحانی و نظام. ببینید بدون تعارف، بدون اینکه بخوایم در این مورد از اصل مسئله چشم بپوشیم، در این نظام رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است، شدنی نیست. آنچرا که اقتصاد ایران میتواند انجام بدهد یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی جوانی فارغ التحصیل میشود برای اینکه ازدواج بکند مجبور نیست 5 کار انجام بده و تازه نتونه ازدواج بکنه، یعنی فارغ التحصیل و دانش آموخته بتواند کار خودش رو پیدا بکنه بلافاصله، یعنی مجبور نباشن حدود 180 هزار نفر در سال کارآموخته و دانش آموخته از ایران مهاجرت بکنن و بیرون بروند، اقتصاد ایران به راحتی میتواند پاسخ تمام اینها رو بدهد و بلکه به بهترین شرایط این پاسخ را بدهد. همچنان که بارها عرض کردم پیش از انقلاب در نظامی که من بسیار به لحاظ سیاسی به آن انتقادی هستم بیکاری وجود نداشت و بلکه از مهاجرت از سوی دیگر صورت می‌گرفت و مثلا از هند و پاکستان و از کره جنوبی که امریکی از بزرگترین قدرت‌های صنعتی است مهاجرت می‌کردند برای کار به ایران. پس این امکان و اقتصاد ما دارد و از آن بهره‌مند نیست به علت همون نظام نادرست رانتخاری که خود آقایون امروز به این مسئله اشاره میکنن. و این جمشید گرامی، بزرگترین تفاوت اپوزیسیون با نظام 5 سال است. آنچرا که اپوزیسیون میگوید 5 سال بعد خود نظام کشف میکند و میگوید، گیرم اسمشو عوض میکنن. آنچرا که سالهاست ما به عنوان اقتصاد رانتخاری مطرح میکنیم امروز خود مقامات نظام میگویند و حتی مقام معظم رهبری صحبت از رانتخاری میکنه، گیرم به اسم ویژه‌خواری در این مورد. خب پس تا این نظام رانتخاری و به قول آقایان ویژه‌خواری حل نشود هیچ اتفاق اساسی در مملکت باقی نخواهد افتاد. اما در این چارچوب
باید تفاوت میان آقای احمدی نژاد و آقای روحانی را قائل. آقای احمدی نژاد تنش تفروزی میکردن به طوری که به قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی که اقتصاددان برجسته‌ای هستند، اگر 700 میلیارد دلاری که در دوره آقای احمدی نژاد جمشید گرامی، توجه بفرمایید، حرف بسیار مهم است، از قول یکی از اقتصاددانهای رسمی نظام، او میگوید، آقای اسحاق جهانگیری میگوید اگر 700 میلیارد دلار در دوران آقای احمدی نژاد نصیب ایران نمیشد، زیان آن کمتر از آن طریقی بود که آقای احمدی نژاد آن پول رو درآمد و خرج کردن در ایران. این چرا؟ توجه بشه. این است که با وجود این نکته آخر، من حتی یک مقاله هم در این مورد نگاشتم به عنوان احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد مقصر قربانی. بله، اینطور هم نمیشه امروز گفت، درست میفرمایید، امروز هم اینطور نمیشود گفت که تمام اشکال ها مال آقای احمدی نژاد بود، از این به بعد ما بیگناهان فداکار وابسته به مردم بر سر کار آمدیم. همین مقام معظم رهبری تا روز آخر از آقای احمدی نژاد دفاع میکردن. یادم نمیرود سخنرانی شهریور 1389 که حتی از اقتصاد تنش‌آفرین آقای احمدی نژاد به این اسم دفاع کردند که خوشبختانه دوستان می توانند تحریم ها را دور بزنند. یعنی اصل تنش‌افروزی و تحریم که ناشی از آن است را پذیرفتند و خوشحالند که این دولت برد اونها را دور بزنه. حالا شروع کردن به انتقاد که احمدی نژاد بد بود و لابد ما خوبیم، این فریفتن مردم است و نباید قبول کرد. با وجود این شرط انصاف آن است که زبان و کلام آقای روحانی رو در حد آقای احمدی نژاد ندانیم. خب بله، این هر کسی با کسی دیگه ممکنه قابل قیاس نباشه پرسش من، اما در این حال نحو دیگه به قوت خودش باقی است. این که برنامه آقای حسن روحانی برای آنچه که ویرانی اقتصاد، این برنامه جوابگو هست یا اینکه از پیامدهای همین برنامه است که آب و برق و دو عنصر اصلی تولید در چرخه اقتصادی در آستانه عید گرون شد؟ بله، اجازه بدید این دوره از هم سوا کنیم. این گران شدن نیاز محصولات مورد نیاز مردم و اینکه آقای روحانی در توانش هست که تغییرات بدهد، آری و نه. آری به این معنی که بهترین تیم اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی امروز حول آقای روحانی جمع شده، از آقای اسحاق جهانگیری بگیرید تا آقای طیب نیا بگیرید تا بسیاری از اینا. اما اینکه آقای روحانی چنین کاری خواهند کرد تا به امروز نکردند و بر مبنای تجربه‌ای که من دارم بعید می‌دارم. آقای روحانی به مراتب بیشتر از آقای خاتمی و بلکه بدتر، به روشنی بگویم، دچار این توهم که گویا میتوان در عین حال اقتصاد بازار بنیاد که تنها راه رشد و توسعه ایران است را با اقتصاد راندخاری پیوند زد. گویا میتوان نظام ولایت فقیه را با نظام دموکراسی به هم تلفیق زد. گویا میتوان در عین حال مسئله شیعه و سنی رو در منطقه تشدید کرد و صحبت از تعامل با جامعه جهانی کرد. گویا میتوان آشتی داد اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری رو با در داووس رفتن و دعوت کردن از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران. آقای روحانی بسیار اشتباه میکنند اگر فکر میکنند بین دو صندلی میتوان نشست. نتیجه بسیار ناپسند و دلگیرانه ای خواهد داشت. آقای روحانی فکر میکنند اعتدالی که گفتند، یعنی میانه را گرفتند به فارسی، اگر منظور میانه گرفتن باشد بین نظام راندخاری و نظام ویژه‌خواری و انحصارگری و گزینشگری و یک نظام اعتدال و حکومت مردمی، شدنی نیست. بین این دو باید انتخاب کرد. خب اگر انتخاب نکنند، معلوم است که همچنان که در گذشته شده است، این ترازو به طرف
کدام وزنه برمیگردن، کما اینکه تا الان برگشته. اگر آقای روحانی با این تیمی که دارن تحور و شجاعت و شیردلی داشته باشن، خب بدیهی است دستاوردهای بیشتری دارن، ولی در غیر این صورت خواهند سوخت، کما اینکه آقای روحانی سوختن و کما اینکه تمام امکانات و فرصت‌های دیگه در کشور از میان رفته است. بین این دو باید تصمیم گرفت. یعنی به این شکل که توجیه دارید و منطبق و از واقعیت از واقع بیمون، آیا میشه رسید به این نکته بسیار مطرح شده که اساس چنین نظام، نظام ولایت فقیه، نظامی که مبانی اقتصادیش از حوزه علمیه قم میاد، احتمالاً نمیخوام وارد مسائل شرعیش بشم به یک معنی، اما در نظامی که در رأس اون ولی فقیه نشسته که حتی بیش از 95 میلیارد دلار زیر نگین خودش داره، تازه این یک قلم، با توصیه های ولی فقیه میشه وارد اقتصاد شد، واردات، صادرات و و و و بسیاری کارهای دیگه. با چنین نظامی پس نمیشه به طرف یک اقتصاد معتدل، یک اقتصاد به گفته شما بازار بنیاد یا اقتصاد آزاد رفت به کلی، یا به طور کلی امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران میره با چنین نظامی؟ بله ببینید، خیر آن ببینید، آخه یک وقت با یکی از دستاندرکاران اقتصادی که با اجازه نامش را نخواهم آورد، شخصیت مشهوری است، از ایران آمده بود و یک ملاقاتی با هم داشتیم و بعد صحبت کردم از این که وضع اقتصاد چطوره، که وضع اقتصاد بهتره. به اون گفتم که خب تعجب میکنم، این با اطلاعاتی که ما در اختیار داریم نمیخوانم. گفت خب منم بیشتر از این نمیگویم که از سقوط وحشتناکی که در زمان آقای احمدی نژاد شد جلوگیری شده است و ما اینو فعلا به عنوان یک جور دستاورد تلقی کنیم. یعنی چه میخواهم بگویم؟ یعنی میخواهم بگویم که این نظام مادامی که نظام اقتصاد بازار بنیاد نشود، از رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی آنچنان که بیکاری در کشور از بین برود شدنی نیست. اما بدیهی است که بین مدیریت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی باید تفاوت باشه. در مورد مقام رهبری هم یک اشاره کرده، اجازه میخوام دو نکته رو با شتاب خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. نخستین که من مطمئن نیستم این استبدادی که استبداد مذهبی یا شرعی باشه، کما اینکه بسیاری از کسانی که امروز در حصرن و در زندانن و در تبعیدند از کسانی هستند که باور مذهبی دارند. ما در هیچگاه در تاریخ معاصر کشورمون دادگاه ویژه روحانیت ما نداشتیم که حالا داریم در این مورد. این است که من فکر میکنم این بیشتر یک استبداد است، که حالا خب این هر استبدادی احتیاج به یک ایدئولوژی دارد برای اینکه بهانه‌ای داشته باشد برای سرکوب مردم. خب اینا ما را پیدا کردن، هر وقت که هر کسی رو بخوان صحبت بکنن که تو مخالف امام زمانی و تو مخالف چه هستی، و خب کسی هم که مخالف امام زمانه یا میشه کشتش یا لابد حتما یک نفر ساده اندیشی پیدا خواهد شد که او خودش بیاد بکشه، مثل اون آقای سعید عسکر، همچین چیزی رو پیدا خواهد کرد. ولی اینو بیشتر من این نظام رو یک نظام بسیار مستبد میدانم و حتی مقام معظم رهبری رو، جمشید گرامی، از مقام معظم رهبری اسم نمیارم، منظورم ولی امر مسلمین است که حتما میدونید اشارم به آیت الله خامنه‌ای است، ولی خب میدونید ایشون مشغلهای بسیار زیادی دارن. من حتی مطمئن نیستم که ایشون بالاترین قدرت رو در کشور داشته باشن. یک نظام استبدادی درست شده است، الان صحبت از مذهب به عنوان ایدئولوژی، ولی بسیار از هممیهنان مذهبی ما زیر این فشار هستن. منظور من از شرعیات در اقتصاد این نبود که این اقتصادی که در جریان هست بر اساس مبانی شرعی است. خیر، حرف من مشرف بر این بود، جمشید گرامی، که آقای خامنه‌ای که تمامی دانش اقتصادیش برمیگرده نهایتاً به چارچوب
چگونگی پرداخت یا دریافت خمس و زکات و مسائلی از این قبیل که بیشتر به شریعت مربوط هست، ایشون وقتی که میاد فتوا میده یا بیانیه رو یا رهنمود میده که بیاید اقتصاد مقاومتی رو انجام بدید و بعد بسیاری از همین کسانی که شما اسم یا اسم برده میشه در جمهوری اسلامی یا به عنوان کارشناسان همکاران دولت آقای روحانی، اینها رو در مصاحبه های خودشون به عنوان سرلوحه برنامه های اقتصادی خودشون اعلام میکنن، یعنی رهنمود میگیرن از آنچه که یک ملای شیعه نشسته در مسند فقاهت رهبری کشوری مثل ایران در قرن 21 کسانی، همه کسانی از حسن روحانی گرفته تا بقیه اقتصاددانان وابسته به دولت ایشون، همسال کسانی مثل بیژن زنگنه و بقیه. پرسش من این هست که آیا با چنین وضعیتی در صورت ادامهش که هدف اقتصادی یک کشور میشه این که امیدوار باشیم که ما رشد اقتصادیمون به صفر برسه؟ بله، با هراس از این که ممکنه ملال‌آور باشه تکرار پاسخ من، بگویم که به روشنی در یک اقتصاد انحصاری راندخار جایی برای پیشرفت آنچنان که شایسته و در توان ایرانه نمیبینم بدون بروبرگرد و بدون تعارف. منتها خب بین این ناملایماتی که داریم یک بین انتخاب ها تفاوت هایی هست. به خاطرتون میاد در آغاز انقلاب، خب این بسیار دردآوره ولی در یک همچین شرایطی هستیم به لحاظ اقتصادی. در اوایل انقلاب خاطرم میاد که گاهی وقتا به خوشحالی رفقا به همدیگه میرسیدیم و میگفتیم فلانی رو دیدی دادگاه بود، حبس ابد بهش خورد. بسیار هم خوشحال بودیم از اینکه حبس ابد به اون خورد. در شرایط عادی کسی خواهد خندید که آقا چطور شما از حبس ابد دوست میتوانید خوشحال باشید؟ خب دلیلش اینه که گزینش این بود که اعدامش بکنن. به طریقه ما الان در بلاز اقتصادی در یک چنین شرایطی هستیم، در شرایطی که اعدام شده از اقتصاد ما در زمان آقای احمدی نژاد. این واقعا اگر من تصویر بهتری پیدا نمی کنم از این که بگویم. حالا خوب به حبس ابد باید خوشحال بود تا یک تغییر و تحولی صورت بگیرد، ولی باز تکرار میکنم مادام این که این نظام هست، مادام این که نظام راندخاری هست، امکان رشد نیست. ببینید همین که در مورد اقتصاد مقاومتی اشاره میفرمایی، همین معید چیست؟ معید دو نکته ناگوار است برای اقتصاد. یک این که حتی اگر آقای روحانی در یک انتخابات آزاد انتخاب شده بودند که به باور من چنین نبود و این انتخابات مهندسی شده بود، خب معلوم است اجازه کنترل کشور ندارن. حکم حکومتی در مورد اقتصاد می آید که همچنان که در مقدمه آن حکم آمده است، برای اجرای بیدرنگ به سه قوه ابلاغ می شود. پس انتخاب آقای روحانی حالا اگرم پاک بوده، اگرم درست بوده، اگرم گذشتی نبوده، چه فایده داره وقتی قرار حکم حکومتی از ایشون بیاد؟ ایشون تیم اقتصادی درست بکنه برای چی وقتی حکم قرار از او بیاد؟ پس از قرار رئیس جمهور کماکان کارگزار است، همچنان که گفتند بارها. این نکته اول. نکته دوم این که این اقتصاد مقاومتی، ببینید جمشید گرامی، وقتی که شما از مثلا فکر بکنید بالاخره تصمیم بگیرید برای یک بار منو به آمریکا دعوت بکنید، بگید از در همین سال جدید همینجا رو دعوت کردید الان، پس من همه همیهنان عزیزم به شهادت میگیرم که منو دعوت کردید. لابد بسیار خوش اومدید. ما بختیاری ها همیشه در خانه باز و همیشه خیمه وزیرایی برپا. نظر لطفتونه. خیلی خوب، پس لابد که الان منو پذیرایی میکنید. وقتی من مهمان میشم، وارد اونجا میشم، پذیرایی میکنید، روی خوش نشان میدهید، بهترین جا رو به من میدهید، بهترین غذا رو به من میدهید، چون دعوت کردید دیگه. چطور است که شما مقاومت که در برابر من نخواهید کرد، مقاومت در برابر دشمن میکنه، نمیتونید من رو دعوت بکنید که بعد در برابرم مقاومت بکنید. نمیتوان آقای رئیس جمهور به داووس برود و از بزرگترین شرکت های دنیا دعوت بکنند برای سرمایه گذاری و بعد مقام معظم رهبری بگن مقاومت کنید. آقا مقاومت در برابر دشمن آدم میکنه.
پس بالاخره اقتصاد این مملکت با این دو آشپز چه آشی اقتصاد ما خواهد پخت؟ او میگوید مقاومت کنید که آدم مقاومت در برابر دشمن میکنه. او میخواهد دعوت بکنه که پس در اینجا باید پذیرایی بکنه. خب با این شرایط شما ببینید وضع اقتصاد ما چه است. در نتیجه نه، من امیدی ندارم که یک اتفاق عجیب غریبی در این اقتصاد صورت بگیرد در این شرایط، به ویژه با اینکه الان منویات مقام معظم رهبری رهنمود میدن به اقتصادم، که اگر نمیدادن من فکر میکنم پربارتر بود اقتصاد ما، ولی به هر حال اینطوره. به این روشنی در تضاد بین برنامه اقتصادی رئیس جمهور با برنامه اقتصادی رهبر. و در این یه مسئله هدفمندی هاست، مثل اینکه همون برنامه آقای احمدی نژاد پی خواهد گرفت دولت حسن روحانی، هدفمندی یاران. این قضیه واقعا چقدر مشکل سفره مردم رو حل کرد یا برخورداران از هدفمندی از یارانه ها؟ یک رقم یارانه چند ده میلیارد دلاری بود که آقای بابک زنجانی به این سالا برخوردار شد و بقیه بفرد. دو نکته. اولا که آقای بابک زنجانی که آدمی هستند که تقلب کرده اند، از همه آقایون دست اندرکار کمتر تقلب کردن در اقتصاد. آقای بابک زنجانی در نظامی تقلب کردن که پیش از ایشان به وجود آمده بود و پایبرانی دارد برای نگهداشت اون نظام. من البته که ایشون در این کار کار خیر و مبارکی نکردن به لحاظ اقتصادی، ولی ایشون بازیگر نظامی بودن که اون نساخته بود، کسی دیگه ساخته بود. ما نمیتونیم از اینجا انتقاد شروع بکنیم. این نکته اول. نه، به ایشون انتقادی نیست. قطعا هم نکته اینه که آقای زنجانی یک نفر تنها نیست، یعنی یک جریان نیست. آقای بابک زنجانی هم در ویترین نشست، وگرنه خب به تنهایی که نمیشه که این کارا رو کرد. باز هم جمشید گرامی، از مشکل بزرگتر از این است. مثلا به باور من که با آقای بابک زن یک نفرن یا ده نفرن که بیشک از ده نفرن بیشترن، و این مسئله نیست. مسئله این است که این نظامی است که بابک زنجانی به طور طبیعی از آن متولد می شود. بله، نکته سر این است. شما نمی توانید مثلا بوته خشخاش بکارید و ناراحت بشید که چرا به من سیب و پرتقال نمیده. این طبیعیه. حالا گیرم یکی بعد ورداره مثلا از اون خشخاش رو ورداره بره و مواد مخدر درست کنه و بفروشه، بسیار خب کار بدی کرده، اما بالاخره اون باغدار و اون کسی که این کشتو کرده چی؟ نکنه یه مرتبه ما این فروشنده رو بگیریم و بلکه آقایون قربانیش بکنن، بلکه از یاد برود که مقصر اصلی کی بوده است. من در حقیقت هیچ، همچنان که حدس میزنید، هیچ دلبستگی خاصی با آقای بابک زنجانی ندارم، ولی دلم میخواد هممیهنان عزیز من آگاه باشند که آقای بابک زنجانی حق بعید میدانم، اما حتی ممکن است قربانی بشود و به زندان برود کمان که شهرام جزایری عرب را. فکر نکنید این کار شده است بعد اینکه اقتصاد ما پاک شده است. این بران که ناپاک ها در اقتصاد ما بمانند، یک نفر رو تصمیم گرفتن قربانی بشه. ولی یارانه رو میگفتیم جمشید جان، یک دقیقه وقت داریم. ببینید، یارانه رو آقای احمدی نژاد شیپور را از سر گشادش شروع به نواختن کردن و تا به امروز هم ادامه داره. در تمام دنیا در دوران گذار از اقتصاد سوسیالیستی دولتی و ارشادی به اقتصاد بازار بنیاد، یارانه ها رو بر میدارند. آری، اما اول اقتصاد بازار بنیاد می شود، اول انحصارها را می شکنند، اول یک بودجه شفاف ایجاد می شود، بعد کم کم یارانه را بر می دارند. یارانه به تبع آنها می آید. در زمانی که بودجه نفتی مقام معظم رهبری مشخص نیست، در زمانی که بزرگترین امتیازات کماکان به شرکت های وابسته به بنیادها و به سپاه پاسداران داده می شود، در زمانی که هنوز معلوم نیست چه کسانی از نظام بانکی پولی رو گرفتن که پس نمیدن، به طریقی که بزرگترین استقراض در ایران در زمانی اتفاق افتاد که بزرگترین درآمد نفتی بود، در این شرایط برداشتن یارانه ها ستم است و تنها بر دوش زحمتشان
فشار خواهد آورد. اگر میخواهند یارانه ها رو بردارن، چرا یارانه های مثلا حالا گیرم، البته که در این شرایط نباید بردارن، اما حالا اگر میخواهند اصرار دارن که بردارن، چرا یارانه 30 شرکتی رو که 30 بنیاد مذهبی فاطمه زهرا، پاسخ به ابلاغ، پاسخ به استف و تمام اینها رو بر نداشتن، که حتی به مجلس هم بردن، مجلس هم قبول نکرد، گفتن خب یارانه ها اینها رو پس میدهیم. یارانه مخفی که به مقام معظم رهبری تعلق میگیره چه؟ خب در این شرایط ستم مطلق است که به دستمزد بگیر دارن میکنه. بله میدونم وقتتون تنگه جمشید عزیز. سپاس بسیار از دکتر جمشید اسدی عزیز، با این امید که به وعده خود وفا کنه جمشید جان در سال جدید سفری به آمریکا داشته باشه. با اشتیاق. تشکر از که به من دادید. تا فرصتی دیگر. با سپاسی دوباره. پیخواهیم گرفت تفصیل خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا در نیمه دوم برنامه در باره تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا در ارتباط با سیاست اتحادیه اروپا در برابر ایران و مسائل حقوق بشر در ایران در حکومت ولایت فقیه خواهیم پرداخت. شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز در نیمه دوم برنامه. تا لحظه دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو. با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ. سلام به شما آقای حیدری. است منم خدمت شما جناب چلنگی و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمتتون هستم. آقای حیدری، موضوعات و مسائل عمده ای همیشه در عرصه سیاست خارجی ایران در بین انقلاب مطرح، به تازگی یکی از مسائل انتخاب آقای حمید ابوطالبی هست برای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که گفته میشه عضو دانشجویان پیرو خط امام، لفظی که برای آیت الله خمینی به کار میبرد، پیروان، و در سنای آمریکا هم واکنش نشون داده شده. یک تروریست رو نباید ویزا داد به یک داد، هرچند ایشون قبلا عضو هیئت نمایندگی بوده در نیویورک. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب قاعدتا این موضوع برمیگرده شاید به یه سری مسائل تنش‌های داخلی که الان در داخل خود آمریکاست اگه بخوایم روش تمرکز کنیم، همچنین که در واقع جمهوری اسلامی هم به نوعی به آقای روحانی و تیمی که داره باش کار میکنه فکر میکنه که میتونه با معرفی آقای در واقع ابوطالبی یک محکی از وضعیت موجود بزنه که آیا واقعا آقای اوباما میتونه شرایط رو اونجوری که گفته اداره کنه و کنترل کنه، چون در واقع آقای ابوطالبی از دیپلمات هایی هستش که وابسته به تیم آقای هاشمی رفسنجانی بوده، روابط خیلی صمیمی و نزدیکی با آقای روحانی داره و به نوعی سوابق گذشتهش خوب نشون میده که ایشون به عنوان مترجم یا یکی از دستاندرکاران حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب بوده. خب قاعدتا الان افرادی هستن در داخل آمریکا دولت آقای اوباما رو تحت فشار قرار خواهند داد و اومدن یک فردی که اسمش در بین گروگانگیرها بوده و میتونه در واقع برای اونها سوژه رو مهیا کنه تا آقای اوباما و وزارت خارجه آمریکا رو تحت تاثیر این مسائل قرار بده و اونها قاعدتا باید یک تصمیمی رو بگیرن که یا آقای روحانی و تیمش رو به نوعی حمایت کنن یا اینکه به طور محترمانه از آقای روحانی بخوان فرد دیگه‌ای رو معرفی کنن. خب بله، ولی این حساسیت نه اینکه فقط بازی دیپلماتیک هست، در افکار عمومی آمریکا وجود داره، یعنی کسانی که در کار گروگانگیری بودن چه ایرانی چه غیر ایرانی، هر جایی گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی رو یا در عملیات تروریستی دیگه علیه شهروندان آمریکایی شرکت داشتن،
ویزا دادن به اونها و آمدن به از کنم خدمتون به آمریکا روی افکار عمومی اثر فرق بوده، واکنش نشون میده. بو این که در مواردی چنین بوده، به هر حال کسانی بودن در خود نظام جمهوری اسلامی سمت هایی داشتن که اون سمت ها مستقیم و غیر مستقیم در قتل بسیاری از انسان ها البته ایرانی دست داشتن، ولی خب نظام گرفتن اومدن آمریکا، اینجا حتی کرسی های دانشگاه رو هم در اختیارشون گذاشتن و تدریس هم کردن به عنوان پژوهشگر و عنوان های مختلف زیر پوشش های مختلف. منظور من این هستش که دولت حسن روحانی واقعا برای محک زدن این که چه روابط به کجا رسیده و چه جور هست، محک بهتری نداشت که از اینکه یک تروریست رو انتخاب کنه. خب با توجه به افرادی که با تیم آقای روحانی کار میکنن و پیشینه ای که آقای ابوطالبی داره، چندین دوره سفیر بوده و ارتباط نزدیکی با آقای روحانی و تیم آقای هاشمی رفسنجانی داره، برای سازمان ملل باید فردی در واقع تعیین بشه که بتونه اون روابطی رو که اونها میخوان با مقامات آمریکایی برقرار کنن رو از بعد اعتماد و اطمینانی که بهش دارن به نوعی انجام بده، چون قاعدتا آقای روحانی اینشون رو تصمیم گرفته به اونجا بفرسته. خب این مسائل رو هم قبلا اونها میدونستن که همراه هست، ولی خب آقای ابوطالبی یک بار دیگه سر سال 1994 به عنوان کارشناس به سازمان ملل اومده ولی ویزا گرفته بوده، ولی این حساسیتی که الان به وجود آورده به خصوص رسانه های آمریکا و همون افکاری که در واقع شما الان صحبت کردین ازش در آمریکا وجود داره نسبت به فردی که سابقه گروگانگیری اون هم در سفارت آمریکا داشته، خب قاعدتا باعث میشه که دولت آقای اوباما و وزارت خارجه اون رو به چالش بکشونه و این مهم اگر که انجام نشه میتونه دستاویزی بشه برای اونهایی که در داخل تهران هستن تا دولت حسن روحانی رو به نوعی بیشتر تحت فشار قرار بده. بله، همراه رؤسای جمهوری اسلامی بسیاری اومدن به نیویورک، اومدن در سازمان ملل متحد. این نکته رو من برای بینندگان میگم که قراردادی، توافقنامه‌ای هست، پیمانی هست در مورد صدور ویزا برای کسانی که به سازمان ملل متحد میان. همین الان در کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی پیشنهاد شده که بیان این قوانین رو مورد تجدید نظر قرار بدن، یعنی یک مقدار سختگیرانه تر بشه برای صدور ویزا. از کسانی که پشت این طرح هستن سناتور مک‌کین هست که یک مقدار محدودتر کنن صدور ویزا برای کسانی که برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل میان یا هیئت‌های نماینده، چون دست آمریکا در اونجا کاملا باز نیست. حتی کسانی مثل فیدل کاسترو و بقیه کسان دیگه، معمر قذافی به هر حال حمایتش از تروریسم آشکار بود، به سازمان ملل اومدن همراه رؤسای جمهوری اسلامی، کسانی اومدن که عملا در عملیات تروریستی نقش مستقیم و غیر مستقیم داشتن و در عملیات ضد انسانی نقض حقوق بشر در ایران که بسیار، از جمله همراه آقای محمد خاتمی بودن، همراه آقای خامنه ای، شخص آقای خامنه ای در ریاست جمهوری و بعد. این دکتر من برای بینندگان گفتم که همین در چند روز اخیر در کنگره آمریکا بحثای بسیار بالا گرفت و این مفته که چون این آدمی رو، چون این کسی که در عملیات تروریستی بوده، دولت اوباما حرف دادن ویزا نه، یک نوع اهانت و تحقیر تلقی شده برای اصلا دیپلماسی آمریکا. از این نقطه که بگذاریم آقای، در این زمینه اگه صحبتی هست میشنم. من نکته ای که فقط میتونم بگم اینه که مقامات غربی نسبت به پیشینه سفرای جمهوری اسلامی حساسیت هایی رو نشون میدن، ولی عملا در مقام مقابله با اونها تا حالا بر نیومدن و کما اینکه میبینیم حتی فردی به نام آقای موسویان که سفیر ایران در آلمان بوده و در واقعه میکونوس هم به نوعی همکاری کرده با تروریست هایی که اومدن و اون قائله رو ایجاد کردن، در کشور آمریکا راحت تردد میکنن و اقامت دارن و بورس های تحصیلی میگیرن. این نکاتی هستش که جامعه جهانی و به خصوص گروه های حقوق بشری روش تمرکز دارن و صحبت میکنن، میطلبه که کشورهای غربی به نوعی با این مسائل برخورد
جدیتری داشته باشن، اگر خواهان این هستن که در داخل ایران مسائل حقوق بشری و افرادی که باعث نقض حقوق بشر میشن و یا دستشون در این گونه عملیات ها هست به نوعی در واقع روشن بشه و بتونه جامعه جهانی باش مقابله کنه، یک برخورد سالم و درستی داشته باشه. کاملا درسته و نمونه بسیار روشنش آقای مصدقیان بود که شما اشاره کرد قتل دکتر شرفکندی و چند نفر دیگه. دکتر شرفکندی رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران است. ایشون سالها در اینجا در آمریکا در دانشگاه بوسیه بودن و تدریس میکردن و پژوهش میکردن و از اقداماتی اما در مورد حقوق بشر که اشاره کردیم، قطعنامه اتحادیه اروپا هست که به این نقطه اشاره کرده، خواستار گشایش دفتر اتحادیه اروپا، تماس با مخالفین حکومت و بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی شد و واکنش ها در تهران. ارزیابی شما رو بشنم. من فکر میکنم که عملا در چارچوب این اتفاقاتی که هولوش مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته، کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا خواستن به ایران این موضوع رو گوشزد کنن که بحث حقوق بشر هم در دستور کار هست و این قطعنامه عملا داره این موضوع رو به تهران منتقل میکنه که در واقع مسائل نقض حقوق بشر و رفتاری که در واقع هیئت حاکمه ایران با روزنامه نگاران و فعالین سیاسی داره باعث نگرانی های بسیاری برای در واقع اصحاب حقوق بشر در خارج از کشور بوده و اتحادیه اروپا هم در این راستا اومده عمل کرده. حال واکنشایی که در داخل ایران شده شما خودتون بهتر می‌دونید، با توجه به تعطیلات نوروزی که در ایران بوده عملا می‌بینیم که چسب و گریخته اعضای سپاه پاسداران یا اعضای وابسته به گروه‌های کنترل در داخل کشور و قوه قضاییه ایران نسبت به این موضوع در واقع موضع گرفتن و از اساس اون رو قبول ندارن و به خصوص اینکه دفتر در داخل ایران گشایش پیدا کنه و اونها بخوام به راحتی با فعالین حقوق بشری و کسانی که با در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی مشکل دارن بخوام به راحتی ملاقات کنن. این موضوعی که به این راحتی برای جمهوری اسلامی قابل هضم نیست. اینی که اتحادیه اروپا چون این قطعنامه رو صادر میکنه آیا نشوندنده چرخش تازه است در سیاست اتحادیه اروپا؟ چون تا به حال به نظر میرسید به گفته منتقدان سیاست اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی اینکه اتحادیه اروپا یک روش مماشات یا کژدار و مریض رو درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی عملا پیش گرفته بود. من فکر میکنم با توجه به این گزارش آخری که خود آقای بانکیمون ارائه کرد در رابطه با اینکه بعد از اومدن آقای حسن روحانی هم شرایط بهتر نشده و میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده و به دنبال اون آقای احمد شهید و گزارشی که ارائه کرد و تمدید ماموریت اون به مدت یک سال دیگه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، این بوده که خود اتحادیه اروپا خواسته از این موضوع دور نباشه و تهیه این قطعنامه و ارائه اون باعث شده که در واقع توامن نشون بده که جامعه جهانی در خصوص نقض حقوق بشر در رابطه با ایران نمیخواد که این موضوع رو تحت شعاع مسائل هسته‌ای قرار بده و عملا این موضوع روی میز هست و جمهوری اسلامی خواه ناخواه باید به اون پاسخگو باشه. آقای هیدری از اون ور که نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ممکنه بگه بارها اینو گفته که ما این قوانینی که اجرا میکنیم، شما همین یکی از این لاریجانی‌های متعددی که وجود داره مسئول حقوق بشر قوه قضاییه است، آقای جواد لاریجانی بارها گفته که اینا اصلا حالشون نیست، ما قوانین ما رو باید احترام بذارن، ما زندانی سیاسی نداریم، ما شکنجه نمی کنیم، این کارهایی که ما می کنیم اسمش اعدام نیست و همچه یا اسامه دیگه داریم، قوانین شرعیست داریم اینجا اسم دیگه ایده. یعنی اگه دست می بریم اگر اعدام می کنیم این اسمش می تونه قصاص سیاسی باشه یا هرچی دیگه، ما بر اساس ضوابط شرعی داریم عمل می کنیم. چرا جامعه جهانی مزاحم ما می شید؟ آقای بانکیمون چه ربطی داره به اتحادیه اروپا؟ چه ربطی داره؟ اگر این رو بگن چه پاسخی جامعه جهانی میتونه برش داشته؟ به میگن
قاعدتا ما میبینیم که تحریم هایی رو که الان مردم ایران باهاش دست به گریبان هستن، بعضی از این تحریم ها اصلا به مسئله هسته ای ارتباط نداشته و مربوط بوده به همین موارد نقض حقوق بشر و نکاتی که جمهوری اسلامی رعایت نکرده و به نوعی باعث شده که جامعه جهانی رو تحت تاثیر رفتارهای خودش قرار بده و جامعه جهانی هم مبادرت به تحریم کرده، تحریمی که آمریکا انجام داده و یا کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در ایران. اگر که چنانچه این فشارهایی که دارن به جمهوری اسلامی وارد میکنن مبنی بر اینکه فضای سیاسی داخل کشور باز بشه و نسبت به اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی که در ایران هستن بتونن فضا رو بهتر برای اونها انجام بشه و اونها بتونن در واقع به خواسته های حداقلی خودشون حتی برسن، این نکاتیه که اگر جمهوری اسلامی نخواد با جامعه جهانی همکاری کنه قاعدتا این تحریم ها ادامه خواهد پیدا کرد و میتونه به عنوان یک ابزاری بر علیه مردم ایران با توجه به کوتاهی هایی که در واقع دولت و مسئولین جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، دودش تو چش آحاد ملت ایران بره به خاطر برقراری این تحریم ها. همون جوری که حالا آقای احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری خودش قطعنامه های سازمان ملل رو کاغذ پاره عنوان کرد، می هستن در جمهوری اسلامی هم که این قطعنامه ها و این موارد رو به عنوان مسائل بی ارزش عنوان میکنن، ولی عملا در جامعه جهانی که الان همه کشورها به هم مرتبط هستن، این تحریم ها و این فشارها میتونه بر مردم اون کشورها اثر در واقع منفی داشته باشه و باعث بشه که اونها در جامعه جهانی در واقع به حساب نیاد. پرسش من این هستش، جامعه یک کشور در شرایط حالی، یک کشور، یک دولت، حکومت میتونه در چارچوب سلطه خودش قوانین خاص خودش رو اجرا بکنه و ربطی به جامعه جهانی نداشته باشه؟ یعنی جامعه جهانی هم بگه خیر این سنت هاست، این مذهب، این قوانین مربوط به اون کشور، حالا اگر مثلا آدم رو میکشن، آدم میکشن بدون محاکمه، بدون این قوانین خود اون کشور، ما کاری بشن. همچی چیزی امکان پذیر چیزی که جمهوری اسلامی توقف داره و میگه. خب این حکومتی که در ایران هست چون برگرفته از یک سری قوانین قرون وسطایی فکر میکنه هنوز در همون قرون داره در دنیا زندگی میکنه. الان با پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتباطاتی که بین کشورها برقرار شده نمیتونه این گونه در واقع این طرز تفکر رو در داخل کشور پیاده کنه و قاعدتا زیر نظر و نظارت کشورهای دیگه است و دارن نگاه میکنن به رفتار اون دولت مردای اون کشور و عملا شاید این گونه در واقع اذهان عمومی مردم عنوان بشه که این تحریم ها یا این قطعنامه ها اثری بر رفتار این کشور نداره و دولت مردان اون کشور نداره، ولی در دراز مدت زمانی که لازم باشه قدرت های بزرگ از همین قطعنامه ها و از همین نحوه بد برخورد اون دولت مردان استفاده میکنن و میتونن باعث بروز مسائلی بشن که در واقع آسیبش به مردم اون کشور وارد میشه. کاری که با قذافی انجام شد، کاری که با صدام انجام دادن یا با گروه های تروریستی که در افغانستان بودن، اینه که عواقب این کارهایی که اینها انجام میدن در داخل ایران در نهایتش این قطعنامه ها میتونه به نقطه‌ای برسه که اگر بخوان ازش استفاده کنن به راحتی میتونن کشورهای بزرگ که الان در واقع در جامعه جهانی صاحب قدرت و نفوذ هستن استفاده کنن و علیه اون کشور اقدام موثری انجام بدن. شما در آغاز سال جدید چه پیشبینی برای مسئولان جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای کرد؟ آقای صدام حسین رو از سوراخی در آوردن که روزها و شبها در اون پنهان شده بود و آقای غزالی رو از غزالی رو هم از سوراخی دیگر که یک راه آب بود. یک همچین تصویری رو شما در کلماتتون تصویر کردید برای آقای خامنه ای در زمانی که لازم باشه، چون چه زمانی لازم میشه؟ در وضعیت قدرت ها اونطور که اشاره کردید این حرف زنده میشه که حقوق بشر ابزاری است در دست ابر قدرت ها و چند روز باقی است. اگر چنانچه جمهوری اسلامی بخواد بر همون رویه‌ای که تاکنون ادامه داده مسائل رو دنبال کنه، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد بحران در کشورهای همسایه خودش، کما اینکه می‌بینیم الان مسئولین یمن هم از دخالت‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردن، یا بحرین، در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگه داره ایران به همین نحو پیش میره، آقای خامنه‌ای عملاً این موضوع رو در اختیار
آقای روحانی قرار داشته برای حل مسئله هسته‌ای، ولی در داخل کشور عملا فضا کماکان بسته خواهد بود و من فکر نمی کنم که ایشون و اون تیمی که دارن باهاشون کار میکنن اجازه فعالیت بیش از حدی رو برای گروه های سیاسی داخل کشور و کنشگران داخل کشور قائل باشه و فقط احتمالا بتونن گشایشی در همین مسئله هسته‌ای، اگر اون هم در محدوده‌ای باشه که بتونن در واقع یک نرمش قهرمانانه انجام بدن. اگر کشورهای غربی بخوان وارد یک سری مسائل خاص بشن، به خصوص پروژه های موشکی جمهوری اسلامی یا توانمندی هایی که در واقع جمهوری اسلامی در این خصوص داره به صورت محرمانه انجام میده برن، قاعدتا امکان داره آقای خامنه ای از این وضعیتی هم که الان در جامعه جهانی پیش اومده و روسیه به نوعی داره دنیا رو به چالش میکشه استفاده کنه و بخواد از این بحران به نفع در واقع سیستمی که خودش ایجاد کرده استفاده کنه. آقای حیدری، اون چی که دولت یمن دخالت های جمهوری اسلامی نامیده میشه، از این طرف به هر حال اعمال قدرت هست، گفته میشه مسئولان جمهوری اسلامی، باز یکی دیگه از همین اقسام لاریجانی ها، اما اقسام لاریجانی که علی لاریجانی باشه، این رو زمینه به اصطلاح توسعه روابط ایران با کشورهای منطقه دونسته بود، از جمهوری اسلامی هم تقریبا به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای هر از چنگای نام می‌برد. برای این سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یک شاخه در یمن، یک شاخه در سوریه، یک شاخه در لبنان، در مسئله فلسطین که باید یک کمک به حماس شروع میشه، دست نشوندگی دولت نوری المالکی برای تهران، همه اینها چه مساله و منافعی رو دنبال می‌کنه؟ مساله و منافع ملی مردم ایران یا جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی شاید در بعد داخلی بخواد اینگونه القا کنه که صاحب قدرت منطقه‌ای شده و میتونه در امورات کشورهای دیگه دخالت کنه، ولی مردم ایران و اونهایی که مطالب مربوط به جمهوری اسلامی رو دارن بررسی میکنن متوجه هستن که جمهوری اسلامی در رابطه با یک گروه کوچک تروریستی مثل جیش العد که چند تا مرزبانش رو اسیر کرده نمیتونه هیچ گونه فعالیتی انجام بده. این چه نوع قدرتیه که نمیتونه در واقع در داخل مرزهای خودش ایجاد امنیت بکنه؟ این گونه کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده در این 30 اندی سال فقط در زمینه بحرانسازی بوده تا بتونه نهایتاً از طریق این بحرانها در مذاکراتهای پنهانی که با کشورهای غربی بعضن داشته امتیاز بگیره و فکر میکنه که اگر شعاع این بحرانها از مرزهای خودش دورتر بشه به نفعش خواهد بود برای در واقع ثبات داخلیش. ولی عملاً الان با وضعیتی که در منطقه وجود داره و بحران‌هایی که از طریق این تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به جامعه ایران وارد شده، جامعه ایران خیلی شکننده‌تر از اونه که آقای خامنه‌ای و این گروه‌ها بخوان به دنبال این باشن که ایران رو به عنوان یک ژاندارم منطقه معرفی کنن، چون واقعاً در داخل کشور با معضلات عدیده‌ای مواجه هستن که چنانچه اگر این مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی کشیده نشه منجر بشه که جامعه ایران در واقع دچار یک سری بازی‌های خطرناکی بشه که آقای خامنه‌ای و تیمش هم نمیتونن اون رو کنترل کنن. یعنی این نوع سیاست بیشتر مشکل آفرینه برای مردم ایران، نه به در واقع مردم ایران دارن عوارض این سیاست های در واقع جنگی جمهوری اسلامی و سیاست های تهاجمی جمهوری اسلامی رو پس میدن و الان وضعیت اقتصادی و زندگی اکثر مردم ایران واقعا در شرایط بدی هست، به طوری که برای یک سبد کالایی که آقای روحانی خواست در اختیارشون بذاره چند نفر کشته شدن و صف های طولانی کشیده شد. اینا نشون دهنده اینه که عمق فاجعه در جامعه ایران و میتونه باعث بروز حوادث غیر مترقبه ای برای جمهوری اسلامی بشه اگر بخواد به این سیاست های تهاجمی و دخالت در امور کشورهای دیگه ادامه بده. آقای حیدری عزیز، به مرزبانان ایرانی اشاره کردید، من جوان ایرانی که به گروگان گرفته شدن، خبرهای هنوز کاملا تایید نشده هست که یکی از اونها اعدام شده توسط گروه تروریستی جیش العد که امیدواریم صحت نداشته باشه. اما در یه همچین مواقعی واقعا دیپلماسی چه میتونه بکنه؟ یک طرف دولت پاکستان و یک گروه تروریستی و این طرف هم جمهوری اسلامی، چه زمینه چه وسعتی وجود داره برای عمل کردن و نجات این 5 جوان ایرانی؟
به نظر من قبل از اینکه ما بخوایم به بعد روابط خارجی روی این قضیه تمرکز کنیم، این وضعیت موجود رو خود جمهوری اسلامی به وجود آورده به خاطر عدم رعایت حقوق مردم فقیر سیستان و بلوچستان و عدم دادن امکانات به اونها. این باعث شده که اونجا در واقع خشونت افزایش پیدا کنه و این گروه های خودجوش یا به نوعی گروه هایی که اسلحه برمیدارن و برخی از گروه هایی هم مثلا از خارج ایران که آمادگی و فرصت اینو دارن که اینها رو بسیج کنن بر علیه منافع جمهوری اسلامی، عملا باعث به وجود اومدن این تشکل ها میشه. الان جمهوری اسلامی در این زمینه ملاقات های متعددی رو با مقامات پاکستانی کرده، حتی قرار آقای نواز شریف ایران سفر کنه، ولی عملا تا مسئله در واقع در خود سیستان و بلوچستان از نظر قومیتی این مردم حل نشه و امکاناتی که اونها میخوان و اون حداقل مسائلی که برای زندگیشون لازمه در اختیارشون گذاشته نشه، این مسائل رو خواهیم داشت. و جمهوری اسلامی خودش یکی از گروه‌هاییه که یا یکی از کشورهاییه که در تولید تروریسم همواره در واقع دخالت داشته و الان می‌بینیم که برخی از کشورهای منطقه هم از همین سیستم جمهوری اسلامی برای تولید بحران استفاده می‌کنن و برخی از این گروه‌ها دارن حمایت مالی می‌رسونن که می‌تونه در واقع باعث خدشه به یک پارچگی خود کشورمون بشه. البته تبدیل نیست که جمهوری اسلامی به وظایف خودش در قبال مردمان نازنین سیستان و بلوچستان عمل نمی کنه. فرد حاکم در اونجا محرومیت مردم سیستان و بلوچستان از درآمدهای ملی کشور خودش گفتن نداره. بارها در برنامه های سرزمین ما به این مسائل و موضوعات پرداخته، اینها هست بدون هیچ تردید. اما از طرف دیگه به اکثریت مردم در واکنش های این رو تایید کردن که سازمانی مثل جیش العدل نمایندگی نمی کنه اکثریت مردم منطقه رو یا اصلا مساله منطقه. یک تشکیلات بیشتر ایدئولوژی که هست، ایدئولوژی برداشتی که از اسلام دارن یا برداشت چون این هست در این زمینه چه نداره. قاعدتا این تشکل ها به خاطر اینکه از اون نقطه ضعف هایی که وجود داره در منطقه استفاده میکنن و میبینن که مردم در چه وضعیتی هستن و برخی از جوان هایی که بیکار هستن، مشکلات اقتصادی دارن و نمیتونن در واقع زندگی خودشونو اداره کنن، به سمت و سوی این گروه ها کشیده میشن و باعث میشه که این هسته ها شکل بگیره و دولت جمهوری اسلامی هم همواره با خشونت با این گونه جنبش ها و این گونه در واقع گروه ها برخورد کرده و نتیجهش هم این بوده که این مسئله نتونسته ریشه کم بشه، مگر اینکه خود جمهوری اسلامی درش عقل سلیمی وجود داشته باشه که به این اقلیت هایی که در کشور وجود داره، اقلیت های قومی، بیشتر رسیدگی کنه و وضعیت اونا رو بهبود ببخشه، که عملا چنین کاری رو نخواهد کرد. سپاسگزار هستیم. با اشاره به این نکته که همه اقوام ایران که اقلیت خونده میشن به لفظ آقای حیدری و دوستان دیگه، همه اینا در مجموع تشکیل دهنده ملت ایران هستن و به یک میزان سهیم در سازندگی ایران و سهیم در سرمایه های ملی کشور که امیدواریم که به طور عادلانه از اون برخوردار باشن کودکان سیستان و بلوچستان، از رفاهی که شایسته اون هستن برخوردار باشن، همونطور که مردمان کردستان و اصفهان و کرمان و ترکمن های عزیز و آذری ها و عرب های ایران. آقای حیدری عزیز، سپاس بسیار از شما. منم از شما متشکرم. امیدوارم روزی کشور ما آزاد بشه و از این شرایط بغرنج رها بشه و هیچ جوان ایرانی به گروگان گرفته نشه و پیش از به گروگان گرفتن شده نشه. در وضعیتی که دیدیم در همون ویدئوی منتشر شده واقعا غم‌انگیز بود که مرزبان ایرانی در چه وضعیتی زندگی میکنه و کجا، و جوان ایرانی سرگردان سرپناهی نباشه که سر از هواپیمای ناپدید شده و احتمالا سقوط کرده مالزی در بیاره با پاسپورت هایی که به قیمتی گران تهیه میکنه برای اینکه دور از وطن خود شاید امنیتی و آینده. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز کوتاه، بند و سبلان آسماری و الوند کوه، کوهساران دراک و تابشان،
بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد. We'll be right back.